یه نظر 5 ساله یا همون قول و قراری که به خودم داده بودم که 5 سال تو ایران بمونم تموم میشه. باید تصمیم بگیرم بمونم یا برم. میدونم که امیر آقا داده به ما برای روز پدر، پسرم از ایتالیا به من کادویی داده. باش همون به وارد اورژانس که شدی این بگیم بخش خونه همون بغل اورژانس، از درب اورژانس وارد بشی خیابون بلدی بیمارستان فیروزگر. باش خواهش میکنم، منتظر. خواهش میکنم. خداحافظ شما. خداحافظ. از اول صبح یه مقدار ما تلویزیون اخبار گوش میکنیم، بعد میریم به سمت آشپزخونه که یه قهوه‌ای هم اینجا بخوریم انشالله و یه آب پرتغالی هم. یه آب پرتغالی هم بگیریم و میرفتم از ایتالیا میام. هر روز کارمون همینه. خب خیلی ممنون. ما الان دیگه داریم آماده میشیم برم برای بیمارستان. و نور به خصوص صبح خیلی اذیتش میکنه، برای همین چشام اشک میاد. یه خورده حساسیت به نور دارم، بهش میگم فوتوفوبی، که مجبورم اصلا این عینک آفتابی استفاده کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. داستان هر روز صبحمونه و بعدش هم که 2-3 تا بیمارستان میرم، بعضی وقتا جلسه هست برای خیرین یا برای دانشگاه ها یا برای بیمارستان ها که چیکار کنیم که این درمانگاه های طب تسکینی رو راه بندازیم یا کمک به بیماران سرطانی رو چجوری تو استان های دیگر هم انشالله راه بندازیم. درست 13 سال پیش برای دومین بار صاحب بچه شدم. این بار تو زمان بارداری خانمم مشخص شد که جنین دچار یک بیماری عفونی به نام توکسوپلازمه که یه بیماری خطرناک جنینی که از نظر پزشکی هم باید حتما سخت بشه. خوبی؟ چطور بود؟ خوش کن؟ مدرسه چطور بود؟ مالی. چرا؟ ایرانی صحبت کن. کجا کفشه؟ میگه سنگ تو کفشم. هی بیانی امیر. زهرا خانم مدرسه ایرانی هم میره، نمازم بلده، قرآنم میخونه، دختر خیلی خوبیه. دارم از شما تعریف میکنم زهرا خانم. دوستش دیده بیان. اینجا این انجمن خیریه کمک به بیماران سرطانی است که منم مسئول میشم اینجا. جنکری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه با تکرار ادعای واشنگ. سلام. سلام. چطوری آج خانم؟ حالت خوبه؟ خب خدا را شکر. زبان تو ببینم؟ باش. ایشون بعد از چند سال، 60-70 سال که از خدا عمر گرفته، یه روزی مریض میشه. 5-6 ماهی که الان مریضه، دوست نداره بستری بشه. از بیمارستان اومدن و بستری شدن و اینا. یه بارم تو گرگان بستری شده ولی فرار کرده. کاری نداری آج آقا؟ ما رو دعا کنی انشاءالله. نم از مریضای خوبمونه، به ما روحیه میده. اول که اومده بود ما بهش روحیه میدادیم، الان ما شما رو که میبینیم ما از شما روحیه میدیم. هدف خیریه ما هم همینه. یعنی یکی از کارهایی که ما میکنیم میگیم کمک بکنیم، بعدش کمک بگیریم.
به دنبال اصرار همسرم به تمام مراکز معروف اروپا که تو این بیماری تقریبا میشه گفت که خبره بودن، نامنگاری کردیم، مصاحبه کردیم، در صورت یه مرکزی رو تو مارسی فرانسه پیدا کردیم. اینجا جنوا است. آقای دکتر رسول حزینی اومده دنبال ما. بچه‌ها که مدرسه هستن و خب ما اینجا 4 برادر هستیم تو ایتالیا. خواهر من درس میخوند داروسازی که ایشون تقریبا 20 سال پیش دیگه رفت و ازدواج کرد و همون گرگان زندگی میکنه. مون تا 5 که نه دیگه 4، یه برادرمون هم که 5 باشه ایران. از نظر اینکه من رفتم ایران چی؟ ناراحتی؟ یا خوشحالی؟ نه ایرانی بگو. چی؟ نه بهتر بودم اینجا ببینم. چرا؟ نمیدونم اینجا چه چیکار میکنی. نظر شخصی تو بگو، اینجا بمونم بهتره؟ خب اینجا خبری نیست که، همه چی به بنبست رسیده. اینجا راحت ها بود، ریلکس. برای زندگی نیست چیکار داری میگی؟ اینا داره به گدا پول میده، من میگم نده، داره پول میده. آقا سینیوره میلیش کن. کاش که می اومدی ایران، انقدر قلبت رعوفه، انقدر قلبت رعوفه به درد ایران میخوری. برای قلبم هم خوب نیست. مردم مشکل دار اونجا زیاده. 13 پیش که ما تو کمال ناامیدی تو این بیمارستان های اروپا دنبال درمان خانمم بودیم، خب به روش های مختلفی برخورد کردم که برای من جای تعجب و جالبی بود که چرا ما تو ایران این توجه یا این نیاز مریضا رو برطرف نمی کنیم. امروزم خوشبختانه سعی سالم رسیدیم خونه که 2 استراحت کنیم، بعد 5:30 انشالله بریم باز کارهای دیگه و بیمارستان دیگه و خدا رو شکر میکنیم و اینم خونه، حیات خونمونه. میریم گرگان اگه بشه. خیلی من گرگان که هر هفته بله. خب دیگه زادگاه هم شهر خودمونه، هم که یه خیریه بزرگ اونجا درست کردی و خیلی خوبه. حالا میریم میبینیم انشالله. آمار سرطان در ایران هر سال 100,000 نفره کیس جدید. آمار وزارت بهداشت 80-90,000 نفره، ولی خب من فکر میکنم نزدیک به 100-150,000 نفر حدودا باش آمار غیر رسمیش. خب این 150,000 نفر شاید 90%شون در از آغاز یا در وسط یا در آخر دیگه کم میارن. اگر این خیرین نباشن با در تمام استان ما خیریه‌های خیلی قوی داشته باشیم که در کنار متخصصین سرطان و در کنار بیمار و خانواده حضور داشته باشن که مریض تنها نباشه تو این مسیر طولانی درمان سرطان. حتی در کشورهای اروپایی همه بیمارستان‌ها 1-2 یا 1 خیریه‌ای پشتیبانشون هست. سرطان در هر صورت اولا که علاج پذیره، دومانم که اگه زود تشخیص داده بشه خب میشه گفت که درمان پذیره و خوب شدنیه. یعنی آشنا آدم بشه با سرطان ولی نترسه، چون ترسه که بیشتر این مریضا رو میکشه به نظرم. بفرمایید. اگه مریض سرطانی داشتیم بفرستیم واسه. من کارم درمان سرطانه. بیا این شماره منم دستون باشه. یه مریضی پیدا اینجا نوشتم، موبایلم هم هست. قبلا خب بعد از اون که میشد دیگه فرار میکردم، قبل از اینکه بچه‌م مریض بشه یا خودم اسیر بشه. 3 رمز داره خسته نشدن.
یکی اینکه عاشق کاری که میکنی باشی، عاشق خودت باشی و عاشق زندگیت باشی. این سه تا خیلی مهمه. آیسا زده خداحافظ. امیر حسین سالم به دنیا آمد، ولی بعد گفته بودن دکترها که باید 5 سال تحت نظر بمونه تا نتیجه درمانش قطعی بشه. 2 ماه طول کشید دیگه اینا نیومدن. خونه به سبک ایرانی تمام قالی. این اتاق زهرا خانم ملیکا خانم خوبم درست کرده اتاقش رو. من پر از عکس. خیلی قشنگ شده. یادت امیر حسین چی شده؟ آره حالش بد بود. چی بود؟ قلبش بعد توکسوپلازمازی داشت. خب. اتنسیونی روی امیر بود اینجور چیز. بیشتر همه توجه به این میکردن. واقعا ما که مامان حامله بود یادته؟ اینا اتاق امیر حسینه، بسکتبالیست من. تا دیترو پرندو. کجا پرزوم مینوتا؟ نس کردم وقتی خیالمون از سلامت امیر حسین راحت شد به ایران برگردم و 5 سال خودم رو وقف به سرطان ایران بکنم. اینجا حاج خانم خب با جاقامون 30-40 سالی که زندگی میکنن، ولی خب من هر وقت میام گرگان میام اینجا. کلا رو گذاشتی که خوشتیب بشی؟ نه کلوم دمسرم زنگی. من ندادی اومدم. نه دیگه نیاز نیست که. زهرا خانممون الان بزرگ شده، البته ضعیف‌تر. پارسال اومده بودن ایران. این کوچیکیشه. همون زهرا بهش میگن اینا ملیکا. امیر حسینی که می‌خواستیم سخت کنیم دیدی؟ آره آره. بعضی وقتا میگن آدم حرف دکترا رو نباید زیاد قبول کنه. همه میگفتن سخت کنین سخت کنین. یعنی علم پزشکی هم بعضی وقتا 100% نیست. شما الان یک سالی عین یه درگیری بیماری سخت بودید دیگه، نه مریضی که دارین و که یعنی اگه این اتفاق نیفتاده بود ممکن بود آره دیگه. آدم همیشه اگر اتفاق نیفتاده یعنی خدا واقعا ممکنه شاید دوست تانی، یعنی همین مرکز یا دفتر خیریمون هست. اینجا مریضای سرطانی رو رایگان میبینیم. طبقه اولش درمانگاه و اینا هست. طبقه وسطیش هم دفتر خیریه هست. طبقه بالا خوابگاه و مهمانسرا. مریضیت میدونی چیه؟ مریضیم ولی خب نمیتونم قبول کنم که سرطان دارم. اصلا چرا از سرطان میترسی مگه؟ نه نمیترسم، خوشم نمیاد. مواد ریخته الان همه؟ خب خیلی از دکترها هنوز از خواب غفلت بیدار نشدن یا از خیلی از متخصص های اشکالی نداره که سب میکنیم فعلا اون کاری که خودمون میتونیم بکنیم و درسته؟ سلام، چی شد کارت؟ بیا من دفتر شده، بیا من بارد بمیسم. سرطانش پیشرفته است. خب مشکلات عدیده ای داره. از اول هم سرطان معده‌اش پیشرفته بوده، با وجودی که جوونه، بچه 7 ساله هم داره، دیدین دیگه. این الان متاسفانه بیماریش هم خوب نمیشه. آدم نمیدونه به چه زبانی بهش بگه که بابا سرطانت خوب نمیشه. حالا این همه هزینه سی تی اسکن و اندوسکوپی و نمیدونم اینا، یعنی متاسفانه خوب نمیشه.
نه چرا ناراحت بشم آخه چیکار؟ مگه من اومدم که دنیا رو نجات بدم؟ مگه من اومدم که خانم رو نجات بدم؟ مگه نجات انسان ها دست ما دکتراست فقط؟ یه کوچولو قصه بخورید. نه اصلا هیچ آخه نیازی نیست آدم از احساساتش برای اینجور چیزا هست. این حقیقت واقعیته که ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که مردن هم حقه، از دنیا رفتن هم حقه. حالا به چه زبانی به این خانم بگم؟ اولا که مادرش خب یه خود فهمیده هی گریه میکنه. یه خود مطیع بشی، مریضی که تسلیم نشه و خودش بخواد دکتری کنه و تسلیم نشه متاسفانه بد میاره. بزرگترین مشکل من میدونی چه بود؟ تو این چند ماه دکتر خوبی نداشتم. تعرفات چیه؟ تو اول خدا با دکتر چیکار داری؟ خیلی دکتریش تو دکتریش شکی ندارم که خوبه، ولی روحی اصلا نمیدونم. ببین تو از دکترها درمان بخوا، شفا رو از خدا بخوا. باش عزیز، حتما خیلی واسه خدا مهم بودم که توی سن که یه تلنگوری به این زده که بدونم یکی هست. چند 23 سالمه. من رو میگم با خدا، هرچی خدا با خود همه، اول خدا دوم دکتره، درسته؟ الان این رویه که این داره امروز باش صحبت کنم، هم رویه خودم هم خوب شده، قرآنی بهتر شده. حالا من حالم خیلی بد بود، الان هم خودش رویش خوب شده، هم من خودم بودم یکم خوب شده که این دکتر اینقدر رویه بهش داده. امروز فهمیدم که هستن دکترهایی که واسه خودشون کار نمیکنن، واسه مریضا و واسه مردم کار میکنن. ما میخوایم که اینا نابود نشن یا حداقل در کنارشون باشیم که تا آخرین لحظه عمرشون یا تا آخرین لحظه بیماریشون انشالله این مسیر رو خوب طی کنن، که یه مسیر طولانیه. کسی که مریض میشه وقتی پول دادی تو یکی از مشکلاتش رو حل کردی، ولی اگه مشکل بیماریش رو حل کردی همه مشکلش رو حل کردی، و شاید هم مشکل مالیش هم حل شد چون هزینه نمیکنه. که الان من حدود 3 ماه خودم اینجا میام، مثلا یه مریض دیدم شاید 10 بار اومده. علتش اینه که این مریضا همه رها شده بودن، از زمانی که متوجه شدن و به صورت رایگانم هست بیشتر استقبال میکنم، ولی در کل مریضا رها شدن از نظر حمایت های روحی و روانی. یه شب بستری خوش بیتاقتی داد و از این بیمارستان من به وینا بیمارستان دیگه وینا اصلا رضا شخصی دادن گرفت آمدن خانه دیگه، اصلا به جایی نکشید. بخوام خب باید صبر کنی، الان آزمایشش داره نشون میده که خب یه عفونتی تو استخونش افتاده. ببین خانم عزیز، اولا که مشکل داره یا نداره دکترها که خدا نیستن که، ببخشید بذار آزمایشش کامل بشه تا ما بفهمیم، ولی 99% نشون میده که عفونت شدیدی تو استخون اینجاش افتاده، یعنی درد میکنه اینجا داره. واسه هر کاری داشتین از این بعد منم در کنارتون هستم، به من زنگ میزنی، شماره منو که دارین. خب باش، پس به من صبح زنگ بزن. باشه، اگرم شد به نظر من شما زیاد دخالت نکن. باشه، بچه 12 ساله که تصمیم نمیگیره بخوابه نخوابه، بیمارستان خوبه بیمارستان خوب نیست، درسته؟ به تو چه مربوطه؟ به خودش بگو من زنگ بزنه به پسرها، خود بهش چیز بدی، بگو خودت با دکتر صحبت کن تصمیم بگی، بعد من میتونم به زبان یه جوری. کاری نداری صمدی؟ خوبی؟ خوبم. چاخ شدی یه خورده؟ دورو تمام چاخ میکنه دیگه. خب غذا زیاد نخور. ببین سرطان داره، سرطان پستان با میتونن رایگان بیان حتی کارهای دندان پزشکیشون رو بکنن. یکی 70 سالگی از خواب غفلت بیدار میشه، یکی 40 سالگی، یکی هیچ وقت. مهم نیست، مهم اینه که در هر صورت این افراد هستن، همونجور که افراد نیازمند و محروم تو سطح جامعه پرن، این افراد خیر هم پرن یا هستن واقعا، منتها بعضی وقتا اون ثروت و سرمایه کمتر دیده میشه، معمولا بدبختی ها تو جامعه بیشتر تو چشم میاد. نمیخوای اسمش هم بیاری؟ میترسی؟ خیلی سخت بود. وای 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 خانم موسوی.
بیماریش کاملا ریشه‌کن شده. فقط باید اعصابش خرد نشه، زندگی کنه، دنباله باشه، بعضی وقتا هرس میخوره. اگه نه بشینی شب و روز گریه کنی، قصه بخوری، ممکنه متاسفانه خوب نشی. شما دفعه اول اومدی اینجا رو، چرا دنبالش نمی اومدی؟ ببین مریضی برای همه است. درسته؟ مگه میشه کسی رو دیدیم تا الان مریض نشه از دنیا نره؟ کسی هست اصلا؟ نه، یکم موهاش میریزه. اشکالی نداره که. تا الان باید افتخار کنی که تو جامعه جزو شفایافتگان بیماریت خوب شده و خدا کمکت کرده دیگه. احسن. یعنی بگه خدا را شو خوب شدم ولی یکم درد دارم. اونطوری مثلا کوچیکش کنی. درسته؟ بیا اینقدرم گریه نکن. خب سفر گرگانتان چطور بود؟ یا از من سوال میکنین؟ من از شما. شما خیلی خوب بود. شما که سفر تکراریه دیگه. نه، هر روزش هر لحظش متفاوته. یعنی چه تکراری؟ هر کدوم از مریضا خودشون دنیایی از حقیقت و واقعیت این دنیا. اگه عمقی نگاه کنی به مسائل، هیچ وقت یک جور و یک نواخ نیست دیگه. الو، سلام علیکم. دکتر حزینی هم سلام. حالتان خوبه؟ ممنونم. مصاحبه ای دکتر؟ آره. چی، پرواز به موقع؟ به شرط پرواز. من اومد. آره. حالتان خوبه؟ سلام. قربان شما. سلامت باشی. امروز دقیقاً 5 سال از شروع قول و قرارم با خودم میگذره. خدا حالا میتونم با خیال راحت به ایتالیا پیش خانواده‌ام برگردم. ولی دکتر حزینی تو بیمارستان فیروزگر تهران رفتی اونجا؟ بله رفتم، دیدم مریضا رو، دیدم همکارا رو، دیدم دکتر دیگر رو، دیدم اینم چجوریه. آدم های خیلی خوبی هم. حالا شما بگی تو از من سال نیو چه کلکا داری کنی پینتی؟ به فارسی بگو. چیزی هست پشیمون. منو میبینی قشنگ صورت هم هست یا نه خوبه؟ خب چی گفتی شما؟ چیزی پشیمون هستی؟ از تو زندگی؟ آره، مخصوصا آخرین سالها. خب از اینکه خانواده ایتالیاست، یعنی خانواده‌ام ایتالیان و من ایرانم، یعنی از هم دور هستیم، خب یه خورده اذیت هم میکنه. یعنی خیلی، ولی باز خودم رو میبخشم، میگم اشکالی نه. ولی خودت انتخاب کردی؟ نه، معمولا خودت خواستی. سرنوشت و تقدیرم هست دیگه. آدم رو میبره به یه سمتی. همه چیز همیشه تصمیم دست شما نیست دیگه. 100% دست خودت نیست. کار دله دیگه. آدم وقتی عاشق کارشه و میخواد مثلا چیکار کنه، تمام زندگیشو بذاره برای اون هدفش، مجبوره یه چیزی هم از دست بده. اوکی. Invece hai qualche altro obiettivo? Qual è il tuo obiettivo futuro? فارسی بگو خدایا پروردگار. Come si dice obiettivo? هدف. هدف بعدی چیه و هدف آخرت چیه؟ هدف من، هدف بعدی، هدف بعدی اینه که خب بچه‌هام خوشبخت بشن، به نتیجه برسن، با تربیت باشن. و مهمترین چیزی که من تو ذهنم هسته و همیشه به تو گفتم، یعنی به خودم اولا میگم بعد به شما، اینه که انسان کاری نکنه که پشیمون بشه. همین، این چیزی که از همه مهمتره واسه من. مهم اول این که آرامش درونی داشته باشم. داری؟ پچه داری؟ آره، 100%. آره، چون هر کاری که میکنم با تمام وجودم میکنم. من عاشق کارم، من عاشق زندگیم. Grazie per averci seguito. من نگاه کن، خداحافظی کن. چیزی برای گفتن نداری؟ Ti voglio bene. چی؟ Ti voglio bene. Grazie. پس راضی که من ایران کار میکنم؟ آره، ولی باید بیشتر بیا اینجا. چشم. روز آخر پروازمون امروز 20 فروردینه. آقای دکتر رسول اومده دنبال ما که ما رو ببره فرودگاه دو مرتبه. همجوری که اومد دنبال ما، برادر بزرگ ما امیر، امیر بنو تسلوته، امیرم امروز جمعه مدرسه نرفته، به خاطر من فقط خواسته با من خداحافظی کنه. آره؟ ها خوبی؟ ناراحتی امیر؟ چرا کار که اینترگاسیونه؟ نه ناراحتی امیر؟ آره؟ خداحافظی کن. خداحافظ. مرسی امیر. کاری نداری؟ برو خواهلا، برو خونه. خداحافظ. به فرزه چیت شما. آدم
تو زندگی قول و قرار سختی با خودش میذاره، ولی همیشه قول و قرار سختری هم هست. یه مریض داشتم اسم شبنم بود، 24 سالش بود، یه دختر خیلی سرحال، قبراق، شاد و دو ماه از عقدش گذشته بود که سرطان خونش تشخیص داده شده بود. روزای اول خیلی نگران بود و خیلی زود با مریضیش کنار اومد. چند روز قبل از پیوند مغز استخوانش بالای سرش بودم که تلفنم زنگ خورد، مثل همیشه. از ایتالیا بهم زنگ زدن، گفتن زهرا دخترم همین امروز دقیقا این اتفاق افتاد. الان دخترم 18 سالشه، یعنی یه هفته دیگه 18. بعد این زمان چیم به چه سرعت میگذره، من اصلا پیششون نبودم. الان همش میگن که چرا مریضات مهمتر. نگاه هم بعضی وقتا مریضام الان به من روحیه میدن و به من میگن نگران نباش.